با اطمینان از اینکه زبان انگلیسی، کلیه آیکون‌های نوار وضعیت غیر فعال هستن، مکان نما در حالت خارج از فرمان قرار داره، حروف مش رو در خط فرمان تایپ می‌کنیم، کلید انتر رو می‌فشاریم، با توجه به شکل تمرین حرف بی رو معرف باکس در خط فرمان می‌بایست تایپ کنیم، قبل از اون حروف اس ای رو معرف settings تایپ میکنیم، کلید انتر رو میفشاریم. در برابر اعلان specify level smoothness نرمی level درجه، specify تعیین کردن درجه نرمی رو صفر تعیین میکنیم، حرف T رو معرف tessellation در برابر اعلان تایپ میکنیم، کلید انتر رو میفشاریم. کادر محاوره mesh primitives option ظاهر میشه. اینجا در زیر مجموعه mesh primitives box قرار داره و اینجا تسلیشن دیویژن تقسیم بندی ها رو داره نشون میده، تقسیم بندی در لنگس عدد 3، ویدث پهنا عدد 3 و ارتفاع عدد 3. اگر بخوایم تقسیم بندی ها رو تغییر بدیم اینجا میتونیم تغییر بدیم و با استفاده از لیست بازشوی پریویوز اسموثنس لیول هم میتونیم درجه نرمی رو تغییر بدیم. برای دکمه اوکی کلیک میکنیم، حرف بی رو معرف باکس در خط فرمان تایپ میکنیم، کلید انتر رو میفشاریم، specify first corner 10 و 10، کلید انتر رو میفشارید، با حرکت دادن قلتک وسط موس first corner رو پیدا میکنم و other corner نقطه بعدی رو 20 و 15. دقت کنید زمانی که از روش دکارتی مطلق استفاده میکنین آیکون دینامیک اینپوت حتما در وضعیت غیر فعال قرار داشته باشید. پس از اینکه مطمئن شدیم آیکون داینامیک اینپوت غیر فعاله، کلید انتر رو میفشارید. اینجا اگر مشاهده کنید دارین تقسیم بندی ها رو میبینید، لنگس عدد 3 در راستای محور X و در راستای محور Y هم تعداد تقسیم بندی یا همون تسلیشن یا اصطلاحاً در معنی لغوی تسلیشن موزاییک کاری اصطلاحاً گفته میشه. همین اگر ما میتونیم سگمنت های مش از اون نام ببریم، عدد 3 هست، specify height ارتفاع رو عدد 5 تایپ میکنیم و کلید انتر رو میفشاریم.